با نام یاد خدا علی هستم معتاد. میخوام امروز یه بیوگرافی از زندگی خودم بگم تا امروز. از زمانی که بچه بودم و دوران دبستان یه مقدار خلاهای روحی و روانی داشتم. هی میخواستم حس خود بزرگبینی داشته باشم. کم کم تو سن تقریبا سوم چهارم دبستان وقتی شهرستان میرفتیم سیگاره مادر بزرگی رو مثلا تک میزدم میکشتم، ولی بلد نبودم بکشم. تو پنجم دبستان که بودیم امتحان نهایی داشتیم، یکی از دوستان راه سیگار کشتن به همون یاد داد و سری اول حالم بد شد و بعد دیگه به مرور زمانی ادامه پیدا کرد تا عادی شد. من یه دورانی با این رفقا بر خوردیم و اومدیم اول راهنمایی و سیگار کشیدن اضافه شد و بعدش رفتیم شهرستان. سال دوم راهنمای شهرستان بودم، اونجا سیگار کشیدن هم بیشتر شد. سوم راهنمایی دیگه اومدیم دوباره شهرک غرب، ما مستاجر یه شخصی بودیم که بعدا فهمیدیم دوز معروف شهرک به نام حمید دندون. مادرم چقدر تو سرش زد، دنبال من دوری، گفت این آدم نیست، این به درد تو نمیخوره. این آدم یه چند سال سنش از من بیشتر بود و با هم حشیش میکشیدیم، با هم مشروب میخوردیم و استارت اولیه مواد مخدر من از پیش این دوست خورده شد. این دوست راههای خرابی رو به من نشون داد، در واقع استارت اولیه دزدی کردن رو به من یاد داد. پیش زمینش رو داشتم ولی خب دنبال یه جرقه میگشتم. یه دوران این زیاد شد و تا اینکه به قول قدیمی گفتنی به بار رفتیم آگاهی و کتک خوردن و با هزار زور مصیبت ما رو کشیدن بیرون. چقدر رشوه دادیم و در اومدیم. اومدیم اول دبیرستان که سال اول مردود شده بودم، دوباره اومدم یه مدرسه دیگه، یه سال غیر انتفاعی خوندم، از غیر انتفاعی انداختم بیرون، اومدم مدرسه دولتی. اون یه جایی بود که روبروی پارک بهجت‌آباد بود. بهجت‌آباد یکی از بزرگترین پارک‌های مواد مخدر تهران، شاید 20 تا کاسه و هشیش داشت و کاسه به هروئین داشت و ما با اینا بور خوردیم و دیگه شروع شد هشیش کشیدن و مشروب خوردن من شروع شد. درس می‌خوندیم و جسته گریخته و وارد کار شدیم و تو همین مدت عاشق یک کسی شدم و دیگه گفتم باید برم سر کار. یه دو سالم کاسبی مشروب کردم، رفتیم مشغول کار شدیم بازار. در حین اینکه بازار کار میکردم ناصر خسرو خلیفوش دارو میکردم و مشروب میفروختم و خلاصه همه جور امورات هم میگذشت. دستم تو جیب خودم بود. اون موقع که بچه 2000 تومانی با باهاش میگرفت 6 متر کلاهش میداخت بالا، من هفته 50 تا 60 تا خرج میکردم. اومدم و یه مدت خوب شدم و از این افراد فاصله گرفتم و شده بود هفته یه دفعه خونه یه دوست جمع میشدیم، مشروب میخوردیم و هشیش میکشتیم. دیگه در طول هفته کمش کرده بودم، کوتاهش کرده بودم. 4-5 سالی به همین روال گذشت و اومدم کارگاه زدم. دوباره داستانم شروع شد و با شیشه آشنا شدم و قبلا آشنا شده بودم سال 79. دیگه سال 82 این مقدار بیشتر شد و 82 خواهرم تو زلزله بم از دست رفت و وقتی برگشتم از بم شدم یه الکلی تمام‌عیار. انقدر خوردم که دیگه اصلا میخوردم که بالا بزنم ولی بالا نمیزنم، متاسفانه دارم میسام. خوردم تا به جایی رسیدم که دیگه معده جواب نمیداد که مشروب بخورم. هشت خالی هم بهم جواب نمیداد. در همین حین کارم هم میکردم، کارگاه هم داشتم، اونات کارگاه هم میگذرم. شیشه کم کم شروع شد. پسر خالم یه شریک داشت میرزا شیرازی، از ماهی یه دفعه با اینا شروع شد، اینا سنشون بالا بود و شد هفته یه دفعه و دو روز یه دفعه و تقریبا زمانی که من عقد کرده بودم یه سال بعد از اون من دیگه داخل شیشه بودم، دیگه معتاد شده بودم و گرفتار، طوری که از عقدمونم که یه سال میگذشت عروسیم یه مش جای شلوارم جا میرفت، شلواری که خیلی وقت پیش خریده بودم و شاید حلوش 10-12 کیلو لاغر کرد. شیشه رو مصرف داشتم، خانم اصلا نمیدونست، من تو خونه سیگار نمیکشتم. مصرف داشتم جسته باریخته و صبح، ظهر، شب.
صبح اول صبح میخواستم برم سر کار، زور بعد از اینکه بچه ها میرفتن، شب که داستان مشخص بود. تا سال 84 که مالم خوردن 2 کیلو خوبیه تلامو بردن و با خاک یکسان شد. همون موقع هم داشتم اساس کشی میکردم، زندگی برام سخت شده بود، مجبور شدم 3 جا برم سر کار. صبح تا ظهر تلاسازی رفیقم کار میکردم، ظهر به بعد یه جا توی تأسیساتی کار میکردم مهدون فردوسی، میمادم خونه میخوابیدم، ساعت 11-12 شب میزدم بیرون تا 4 صبح مسافرکشی با موتور. تا 7-8 رو نذاشتم زدم بفهمه که من زمین خوردم. زنم هیچ موردی در مورد مواد اعتیاد از من ندیده بود. دوباره اومدم از صفر شروع کردم و خانومم فهمید و دیگه تمام زندگی رو باخته بودم، دار ندارم بود 3 میلیون تومان. با 3 میلیون تومان پول منم دوباره شروع کردم و منم پیش پدرزنم شروع کردم کار کردم. پدرزنم یه کارگاه مجزا بهم داد و 4-5 شاگرد زیر دستم بود و کم کم اوضاع احوالم بهتر شد. البته اینم نگفته نمونه، چون اینو بارها و بارها تو سر من زدن، یه نقطه اوضاع شده واسه من. من یادم کنگوشا و تنبل نبودم تو زندگی. درسته مواد مصرف میکردم، میگن آدمی که مواد مصرف میکنه سرش لای لنگشه، مصرف میکردم و کارم هم میکردم این خر. به ازای کاری که میکردم حقوق میگرفتم، حقوقم از 300 تومان شروع شد و تا رسید به 850 تومان و که این آخر کاری ها 950 تومان حقوق میگرفتم. تو این 3 سالی که کار با دست من بود و پدرزنم در قید حیات بود، خوب مصرف میکردم، خوب زندگی میکردم، ماشین داشتم، خونه داشتم، همه چی براه بود و تا اینکه شرایط فراهم شد من بتونم خونه بخرم. خب تو این چند سال جمع کرده بودم، مادرم 100 میلیون خونهشو فروخت و یه 70-80 تومانی ما خودمون داشتیم و بیشتر با مامانی که گرفتیم نزدیک 40 میلیون کم داشتم. اول اینکه دنبال خونه گشتم، اول می‌خواستم کارگاه بخرم، کارگاه پیدا نکردم یا اونایی که پیدا کردم سند نداشتم. بعد در همین جریان هنوز مواد من به راه، یعنی به راه خودش داره ادامه میده، روند عادی خودشو داره. خوبی من این بود که مصرفمو زیاد نکردم، یه حد مشخصی داشتم. نه اینکه بگم کنترلی خوبه، پیشنهاد اینو به کسی نمیکنم، ولی خب روال خودمو داشتم، درآمدم از جای دیگه در میآوردم، از خرج زندگیم نمیزدم، گه گدار یا کم میاد 5 تومن مثلا از زندگیم میزدم. بالاخره راهشو نشو بلد بودم، بیرون از اینجا تکودم میکردم و در میآوردم. خدا بیامرزه پدرزنمو، یه هفته قبل از اینکه فوت کنه ما هرچی یه ماه دنبال خونه میگشتیم، خونه پیدا نکردیم و به اون نرخی که میخواستیم پیش خرید میخواستیم بکنیم. یه جمعه زنگ زد با کجایی، گفتم خونه هم دو خانم تو برده بیار، یه خونه پیش ساخته پیدا کردم تو شیان، اصلا نمیتونی همچه قیمتی بخری، بیا من با یارو دارم تکودو میکنم میخرمش. اومدیم رفتیم اونجا و تو محل سوال کردیم، گفتن آقا مثل 3 میلیون، یه سال و نیم بعد تحویل. رفتیم با این آقا رسیدیم پای معامله، این آقا محتاج پول نقد بود، فقط هم یه واحدش می‌خواست بفروشه، یعنی اصلا اون نرخ نمیدادن یه همچی خونه، تموم شدهش متر 5 میلیون 6 میلیون. خلاصه با یه ذره تک و دو بالا پایین ما 2.5 خریدیم اونجا رو، متر 105 متر بود، 262 تومن میشد، نزدیک 40 میلیون کم داشتیم. فردای اون روز که ما قرارداد بسته بودیم اومدم به خانمم زنگ زدم که چیکار کردیم، خانمم داره گریه میکنه، گفت کم داریم و اینا. زنگ زدم پدرزنم، گفتم آقا با قرارداد فسخ میکنه نمیتونیم پولشو بدیم. پدرزنم واسه اولین بار برام احترام زیادی قائل بود، پشت تلفن برگشت من گفت که شما گوه خوردین میخواین خونه رو بس بدید. زنگ میزنیم مصطفی، 4 تا چک 10 تومانی میرسه، میری ازش میگیره. خلاصه خدا رحمتش کنه قرارداد خونه رو برام نوشت و یه هفته افتاد بیمارستان و اومد شد به شما. اگر رو شاهده اما زیاده تو این زندگی. بعد از اینکه این مرد از دار دنیا رفت، من در این زمین بگم تو خونم یه مدار دعوا هم میکردم، مشاجره بود با خانومم، قاطی میکردم با کله، میرفتم تو شیشه و در و دیوار رو، یه زنه مواد فروشی بود ازش جنس میگرفتم، بعد از زنه اینجا وسط موش میدوند، در صورتی که خودش همه کاره و همه فن حریف بود، شاید فقط مواد مصرف نمیکرد، ولی همچی دنبال این بود که من رو یه جورایی له کنه. شماره زنه رو گیر آورد و زندگی ما رو آتیش زد، یه مدت زندگیمون در و داغون بود و
باز دوباره به چه بدبختی زندگی رو درست کردم، ولی مواد رو مصرف میکردم. یه مقدار مصرفم رفت بالاتر تا اینکه خانم واسه اولین بار من تو حمام دستگیر کرد در حالی کشیدن مواد. دنیا رو سرم خراب شد، زنم گذاشت رفت و با کمپ آشنا شدم. رفتم کمپ، کمپ قدیر رفتم موازن. یه دوره موندم نزدیک 27 روز، پاک شدم منم بیرون. خیلی حال احوالم خوب بود، زندگیم خیلی خوب بود. اومدم دوباره شروع کردم زندگی کردن، زنم برگشت و داشت دوباره این آبرو احترام دوباره بر میگشتم. دوباره خودم مجبور شدیم به خاطر 4 ماه 5 ماه تا خونمون رو تحویل بگیریم رفتیم خونه روبرویی. خونه روبرویی پسر مصرف کننده بود و ما که دیگه دنبال این داستان ها بودیم. من جلسه همون میرفتم، همه چی رو روال بود. قدم دو بودم با این آقا مصرف کردم، مصرف کردم و دوباره مصرف کردم همونو، دوباره آتش اعتیاد شعله ور شد. مصرف کردم، یواشکی کردیم 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 تا دوباره تو این خونه دوباره به باد رفتیم. یعنی بعد از 8 ماه مصرف نکردن دوباره 3-4 ماه مصرف کردیم و خانمم دیگه واقعا قاطی کرد و زنگ زد راهنما. ساعت 4 صبح راهنما اومد خونه، گفت چیکار کنم با تو؟ گفتم بذار فردا رو سر کار برم. فردا رو رفتم سر کار، خمار بودم و به هر شکلی بود اون روز رو گذروندم. و وقتی تعطیل شدم زنگ زدم به راهنما، گفت من آرایشگاه فلان جا بیام. رفتم اونجا دیدم آره کیفم هم بغل دستش، گفتم بریم دیگه. گفت کجا؟ گفتم بریم کمپ. تا این آرایشگاه موهاشو بزنه من تو خیابون تهیه کردم و مصرف کردم و حتی یه نیمی هم جیبم داشتم که در کمپ رسیدم نیمیارم خوردم و رفتم تو کمپ. زنم دیگه به هیچ وجه نمیخواست زندگی کنم. روز 17 و 18 بود تو کمپ بودم که این راهنما واقعا زحمت کشید واسه من، ولی من قدرشو ندونستم، واقعا اذیتش کردم. شاید اون بنده خدا بیشتر از این تو چنته نداشت که برای من بخواد خرج کنه. روز 17 و 18 بودم، دیدم مهدی یه دسته برگه برداشته آورده و گذاشت جلو من. گفت به چه فلاکت اینا رو از دست خانم دزدیدم اومدم از دادگاه بیرون. وقتی نگاه کردم دیدم آره تاریخش مال همین امروز، و دیدم طلاق نامه خانمم که تقاضای طلاق کرد. خلاصه آبیتی زحمت کشید و ما دست و پاها رو زدیم و دوباره اومدیم بیرون، ولی زندگیم خیلی بهتر بود. تقریبا خونم رو جابجا کردم و آمیتی خیلی زحمت کشید برای من، واقعا سنگ تمام گذاشت و خونه رو همراهی کرد من. درها رو رنگ کنیم و اینو درست کنیم و اونو درست کنیم و سنگ بکنیم و خیلی کمک کردن. ولی مشکل اصلی من توی مواد مخدر میدونی چی بود؟ عذاب کارهایی که کرده بودم بلم نمیکرد، دزدی هایی که کرده بودم بلم نمیکرد. یادم میاد تو پارک قبل از اینکه خونمون رو تحویل بگیریم بهش گفتم متی من فلانجا رو لخ کردم، کامل خونه رو لخ کردم، اینقدر پول آوردم، اینقدر چیز آوردم. برگشت گفت که کاری نداره اینا رو بسپر به خدا اینا. گفتم بابا لام اصلا من دارم عذاب میکشم. گفت خب حالا برسی قدم سرین و قدم 4 اینا رو اعتراف میکنی و ازش میگذری اینا. گفتم حالا کوتا من قدم 4 برسم، اصلا از کجا معلوم من بتونم تا موقع بمونم؟ از کجا معلوم من تا موقع نزنم؟ بنده خدا چیزی در چنده نداشت که من از این عذابا نجات بدم. اومدم توی خونه جدید و وضع احوال زندگیم بد نبود. زنم یه جورایی از رفتار من ناراحت بود، میگفت تو رفتار معتادمون هست و فلان. در این حالت من مصرف نمیکردم، شروع کرد از من دوری کردن و از وضع زندگیم خیلی خوب بود. ترکیه آدم 50 سالش هم فکر نمیکرد یه همچین زندگی داشته باشه، خونه ای داشته باشه که دو طرفش باغ باشه و رو به جنگل باشه. چه هوایی، چه زندگی. خونه شده بود نزدیک 800 میلیون اون موقع، طوری که خونه رو من تحویل گرفتم صاحب خونه گفت که من همین الان 750 میلیون ازت میخرم. تو همین دوران که هی من دست و پا میزدم به زنه، میگفتم آقا منو تنها نذار، نرو اون بر بشین، نرو خونه مادرت، نرو این بر، نرو اون بر، نگو که حالا نمیدونم گناهاشو میشورم، شاید من یاد داشتم. ولی تو حرفایی که به من زده بود تو دعوا، میگم من وسط نقشه کشیدم، الان احساس میکنم که نقشه رو کشیده بود واسم.
سه دوم یه خونه رو به نامش کرده بودم، در صورتی که روز اولی که ما رفتیم قرارداد خونه رو بنویسیم قرار شد که شیش دوم به نام مادرم باشه. اونجا گفت که همش به نام من و با هم تک و دو کردن و مادرم گفت عزیزم سه دوم مال شما سه دوم مال. مادرم میخواست سه دوم رو بده به من، من گفتم آقا من سه دوم رو نمیخوام چون بعدا برام دردسر میشه. باشه به نام شما، شما که بچه دیگه نداری. تا اینکه مادرم رفت خارج. یعنی این دورانی که این خانم از من دوری میکرد زمانی بود که من هیچ کس و کاری نداشتم. پدرم تو کمرت کار میکرد، خواهرم زیر خاک بود، خاله هم از من دور بودن، رابطه رفت آمدی نداشتیم. هر موقع میگفتیم آقا بریم خونه خاله من یه داستان و یه دعوایی پیش میآورد و هر موقع میخواستیم بریم خونه فک و فامیل ایشون با کله باید میرفتیم. همیشه تو خونه فک و فامیل ایشون بودیم. حتی شب عید پارسال می‌خواستیم بریم خونه مادر بزرگم یه علم شنگه‌ای به پا کرد و یه دعوایی را انداخت و روزمون رو تلخ کرد. اونجا هم نرفتیم. مادرم رفته بود یه وکالتنامه تامل اختیار به من داده بود، ولی وکالت امضا بود که فقط من بتونم زمانی که سند این خونه اومد امضا کنم به نام ایشون. یعنی حتی نمیتونستم به نام خودم بکنم. تو دورانی که مادرم تهران بود برای من تک و دو کرده بود برای مسکن مهر، اسم نوشته بود که بعد از رفتنمون چون به اسم من بود من رفتم دنبال کاراش، کاراش انجام دادم تا 12.5 میلیون پول ریختم اونجا به حساب. وقتی زنه کمرنگ شد و کمرنگ شد دوباره مواد مخدر اومد رو، این سری بدتر از دفعات قبل میزدم و قاطی میکردم. از آقای نجاتی میخوام که این فیلمو خانواده من نبینن، چون یه حرفی رو میخوام اینجا بزنم که نمیخوام خانواده من هیچ وقت این حرف رو بزنم. تو محل دزدی کردم، یه دزدی سنگین کردم طوری که شاید هولوش 10-15 تا باراباس افتادن دنبالم. شانسی که آوردم باغ جایی که دزدی کردم خونه نزدیک یه باغ بود، باغ دقیقا نزدیک خونمون بود طوری که انتهای باغ و من دویدم اومدم پارکینگ خونه رو بود، ریموت رو زدم ماشین باراباس که رد شد با کله دویدم اومدم تو پارکینگ. اومدم تو پارکینگ و در ریموت رو زدم، یه نگاه به خودم کردم دیدم کفشام پاهم نیست، کیفم نیست، البته کیف کولیم، خون خالی بودم، یعنی تمام بدنم پر خون بود، پایک توی پاهم شکسته بود، اوضاع حال خوبی نداشتم، داشتم تو محله گند میزدم. دیگه دست خودم نبود، قاطی کردم. تا زنه از خواب بلند بشه رفتم همون لباسامو در آوردم ریختم بیرون و سر وزنمو درست کردم، سر صورتم خط افتاده بود و لای شاخه و نرده اومده بودم پایین، پاهم خونین و مالین بود، کمرم نمیدونم چی رفته بود توش پاره شده بود. اومدم و خودم رو جمع جور کردم و رفتم سر کارم. یه چند روز سر کار بودم و بعد از زنه دعوام شد و کار نزدیک بود بزن بکشه سر 80,000 تومان پول اضافه کاری که گفته بود ما بکنیم بنویسیم. ما نوشته بودیم روز حساب کتاب، زد زیر دست ما رو خودکار و قلم رو پرت کرد و که چه اضافه کاری و چه کاری و چه فلانی و میزنم تو فلانت میکنم و شد بزرگتر از ما، در صورتی که 5 سال کوچیکتر از من بود. اگه زن و بچه نداشتم میزدم به اون درش اون روی سکه رو بهش نشون میدادم که بهش گفتم حتی اگه واقعا مردی خواهی لقاته بنویس اینجا جلو این جمع امضا کن بگو آقا من شکایتی نیستم، همین الان میفرستم سینه قبرستون. یه بچه کوچیکم بری بیرون بیاریش میتونه این کارو بکنه. چه بسا که رفقایی داشتم گردن گلفت و لات بودن، یه بچه 18 ساله زد کشتش. یه آدمی که بنام بود و 10 نفر آدم کارد به دست میدادن جلوش عین 10 نفر رو میزد. یه دست بالا دست بسیار است. حالا از اینجا واسهتون بگم که زنه گزارش رفت و راهنمام به من گفت آدم باشو. من اومدم کمرد، اومدم سیاسنگ، اومدم سیدآباد، دعوا کردم و سیم دزدی کردم و گیر کردم رفتم زندان. البته تو دادسرا بودم، زنگ زدم به راهنما، دیگه آخرین تیری بود توی ترکش داشتم، داشتم گریه میکردم، زنگ زدم بهش گفتم نتی من اینجام دادسرای بومینم. گفت چیکار کردی؟ گند زدی؟ گفتم آره. گفتم من دارم میرم، دستمان تو دستم دارم میرم زندان، یه فکری به حال من بکن. گفت چه فکری به حالت بکنم؟ رفتیم تو یه هفته تو بودیم، دو دفعه بابام زنگ زدم قرار بود فیش ورود بزنم من در بیام. بابا هی در تک و دو خودش
مواد مصرف میکرد. تو تکوده فیش عبوری بود که روز پنجم دیگه از خماری داشتم میموردم. اگه توی کلیدور میخوابیدی شهردارت میکردم. گرفتم خوابیدم، گفتم هر چی باد آباد، هر چی میخواه بشه بشه، من دیگه نمیتونم به پا بایستم. خوابیده بودم، یه دفعه اومدم بالا سرم، گفتم آقا آزادی. اومدم بیرون، زنگ زدم به بابام، دیدم بابا زلزله گریه. گفت که من نتونستم کاری بکنم. تعجب کردم، پس چجوری من در اومدم؟ زنگ زدم به مهدی، دیدم داره میخنده. تو کجایی؟ گفتم همونجایی خودت میدونی، تو آزاد کردی منو. گفت نه من کاری نکردم. بعدا فهمیدم یه مقداری باج داره و اصلا کلا پرونده رو کنفرکون کرد. اومدیم بیرون، به من گفت بلند شو بیا خونه و بلند شو بیا دنبال زندگی تو اینا. ما به قول ایشون تو ماشین عمل کردیم، تو تاکسی که نشستم علی از تو مدد. خونه کجاست؟ دیگه خونه ای برای من نمونده بود. تو راه همونجا تو ماشین زنگ زدم به رفیقم، آقا پایپ من حاضر کن دارم میام و جنس رو بگیر. و من 10 دقیقه دیگه جنس رو گرفتم و رسیدم اونجا. تو راه هم اول وایستم پول گرفتم یه 30 تومانی و رسیدم اونجا دیگه ابزار حاضر بود. دوباره زدیم و دوباره روز از نو روزی از نو. موتورم رفتم برداشتم و یه روز میرفتم خونه یه روز نمیرفتم چون کسی خونه نبود. این وردوزی میکردم اون وردوزی میکردم تا دوباره افتادم سمت بومه. افتادم سمت بومه با یه آدمایی برخوردم که یکی از یکی حرام داده تر. سر یه دوزی با اینا آشنا شدم. موتورم آوردم، موبایلم آوردم. باز با همه اینا با اینا جسته و ریخته تا کردیم و هفته ای فکر کنم 2 تومانی در می آوردیم. اما با اینکه پول تو جیبم بود شاید به زور میتونستم در طول یه روز یه وعده غذا بخورم. خیلی جالب که یه میلیون این پول تو کیفیت داشته باشی ولی نتونی به در یه بقال هیچ چیزی بخوری. فکر و ذکرم بود صبح یه دهی، ظهر یه دهی، شب یه دهی. یعنی صبح که اخوام بلند میشدم اول دست میگم زیر متکام جنس همون میکشیدم تا بتونم حالا یه تکونی بخورم. میامدم بیرون دنبال سوژه روزم میگشتم، دوباره ظهر میامدم خونه اینا تلپ میشدم. این خونه که میگن یه اتاق 3 در 2 که همونجا ببخشید میخوردم میشاشیدم، دوباره مصرف میکردم. بعد ظهر میرفتم آمار و جا رو میگرفتم و شبم دوباره نهجه کنان میرفتم سراغ جا. جا رو تمام میکردیم و صبح هم یکی رو بغل میکردیم و سالگاه رو میبادیم میفروختم. این شخصی که من پیشش بودم کلیدساز معروف اون منطقه بود. به خاطر عمل هروئینش دیگه در مغازه نمیتونست بره. یه برادری داشت اسمش مهدی بود، محمد. محمد رو میگفتن بچه خوبیه، بچه خوبیه، بچه خوبیه. محمد رو این انداخته بود بیرون. یه شب آقا نمیدونم چی شد، ما قرار بودیم یه سراغ یه ویلایی تمام سمت طلاییه. این ما رو دست ما رو گذاشت تو دست داشته و من با نیم کیلو کلید و اونم که کلید ساز بود داداشو با ابزار کلید سازی نشستم اونجا نشه کردیم با هم و زدیم بیرون. موبایل این آقا رو من گرفتم که بتونم به آژانس زنگ بزنم بتونیم بریم. آژانس نبود و پیاده ساعت 1:30 شب گزکنان داشتیم با این آقا میرفتیم. از توی خرابه در اومدیم 3 تا معمون جلو همون سبز شد. یا آقا نهاره من یادشم آقاشی نخورده و دهن سوخته. جنس همرام بود، پایپ همرام بود. اون که یه چیزایی رو پرت کرد و کیفه تو دستمون بود و کیف رو ریخ بیرون و تا کلیدا رو دید و ابزار رو دید گفت اوه سارق حرفه‌ای. هر کاری که من بهش پول بدم قبول نکرد و تو را داشتیم میرفتیم کلانتری. من پایپه رو سود کردم و اومدیم تو ماشین کلانتری نشستیم. یه لباسی من توی اون کیف داشتم، اون لباس اگه میگرفتن از من خدا میدونه از کجا در سر در میوردن. یعنی کم کمش 5 سال رو شاخم بود. لباس هم تو ماشین رو معمولو کردم زیر صندلی و طوری که دیدنش و ما رو ببردن بیرون و مصرفم کرده بود بیرون هوا بود. آقا فرداش چی رو گردن نگرفتیم و گفتم این کلیده مال من و این مدار مال این آقاستم کلید سازه و شماره مقالش رو بداریم برای اون. بر قاضی آقا یه دفعه نمیدونم چی شد برای ما نوش کم. ما هم خوشحال داریم بریم کم، 4 روز دیگه هر میان دیگه رفتیم کم با آقا. یه 7-8 روزی اونجا بودیم. من پول جاساز داشتم تو کفشم. اومدم به صاحب کم گفتم که آقا ما مشکل داریم، اگه شما رو در بیاره از تو کم و اینو. گفت من تا 10 روز نمیتونم بذارم.
روز 11 پول بده برو. گفتم روز 11 هم گواره. گفتم کفش منو بیار. پول کفشش بیار. کفش رو بردم پول در بردم شماردم بدم بهش و چارچاخش بریده بود. گفتم آقا من میرم چهار روزی برم میرم رفتم بودم. گفت باش. آقا از کم در اومدن همانا اومدیم رفتیم خونه آقا که وروسالمون رو بردیم و خونه آقا بکنیم بیاییم بیرون. در ضمن توی این مدتی که موبایل این آقا دستم بود اسمس هایی که این آقا برای فروختن موتور من دزدیده بود، همین آقا دزدیده بود، برای فروختن موتور من به یه شخص معروفی توی بومه اسمس داده بود، اسمس ها رو هم توشیده حسابی قاطی کرده بودم. اومدم مواد مصرف کردم و طوری شد که میخواستم با کارت بزنمش، گفتم سنش بالاست بلش کن، ازش گذشت. وسایل اونجا هم کردم و داداش این آقا بود، این میگو بذار تو کم بمونه. گفتم نه من قول دادم درش بیارم درش بیارم. تک و دو دودربازی و شب اول دودربازی اونو کردیم و پولمون رو در بردیم و یه 120 تومن رفتم دادم برای کمپ این آقا. اومدم بیرون آقا، شب جا خواب نداشتم، لباس درست حسابی نداشتم، از ساعت 11 شب تو اون سرما با دو تا شیشه الکل تو بومهن پرسه میزدم، یه دو میشستم یه بوتی حاضر میکردم، الکل میریختم توش گرم میشدم، چهار تا درم مواد میگرفتم دوباره راه میرفتم. از کمپم که اومدم کلیدای آقا تو جیب من بود، تو کیف من بود. یه کلیدایی داشت که به هر حال کلیدساز بود و دوز بود، کلیداش داستاندار بود، یعنی هر کی اون کلید رو از جیب در میورد میگفت جا در جا مورد شما سارق حرفه‌ای. نمیدونم چی شد، دنبال یه ماشین میگشتم که توش بگیرم بخوابم، خیلی سهل. اومدم سر دلجو، رفتم توی پارکه بگیرم بخوابم. یکی از پشت شمشاده بلند شد، هو برو اینجا جای منو اینا. گفتم با نصف شبی الان یه دونه به این بزنیم داستان میشه. دنبال شهر نمیگشتم، اومدم از پارکه بیرون، دیدم دو تا خواهر وایسادن دست به دست، یکی سرم وا نشد، اون یکی رو کشیدم دیدم باز شد. اومدم رفتم تو خواهر یفتم خوابید، یه وقتی تو خواهر خوابیده بودم موادم مصرف کردم. این واسه اولین بار بود که من واقعا فهمیدم که تعطیل شدم، یعنی دیگه اصلا ذهنم کار نمیکرد. به قول معتادا میگن تبر زده یارو، قاطی کرده بودم، اصلا نمیدونستم در چه حالی. چشم رو با کردم دیدم دستی ماشین بالاست، یه دونه کلید لای دستی ماشین، دستی رو دادم پایین و کلید رو کشیدم کردم تو سویچ ماشین، دیدم به کلید خود ماشین و فرمونم زنجیر بود، زنجیر فرمون از پایین پدال آزاد کردم و یه دفعه کسخور شدم، اصلا نمیدونم من تا حالا خواهر ننشسته دادم که بخوام رانندگی کنم، کوچه بومبست کسخور شدیم. آقا دنبال سویچه روشن که دیدیم روشن نمیشدیم، چند کلید ملید داشت زده میدیدیم یکیش روشن شد، از ترسم دویدم ماشین بیرون و بایدم رفتم دور وایستدم. صدای خواهره خیلی زیاد بود، یه ده دقیقه یه رو بی سب کردم دیدم صداش خاموش، یه دفعه زد بکردم برم فلانجا باشی زایات بار کنم ببرم. اصلا مغز دیگه تعطیل شده بود، دیگه هیچ چیز کرده نبود. اومدیم آقا خواهره رو دور بزنیم و بریم، آخه تو دیوانه مگه رانندگی با این بلدی؟ دندقه‌اش رو بلد نبودم. رفتم تا کوچه دور بزنم، ریختن رو سرم و من اگه حالت عادی داشته من از سمت شاگرد وارد شده بودم. زمانی که صاحب ماشین اومد دستگیره در رو کشید، در سمت راننده رو باز کرد، دستگیره رو کشید در رو باز کرد، یعنی این درم باز بود. من چرا از این در پیاده شدم رفتم خودم تحویل یارو دادم؟ خب از این در پیاده میشدم جیم میشدم میرفتم دیگه، مغزم کار نمیکرد. اومدم پایین آقا ریختن رو سرمون رو تحویلمون بدم. من تا زمانی که رسیدم تو کلانتری دستمند به دستم وا کردن محتویات جیب منو شروع کردن ریختن رو میز، تازه مثل این بود که من از نشیگی اومده باشم بیرون، تازه بفهمم کجام، تازه فهمیدم چه گویی زدم. من یه سری کلید ملید پیدا کرده بودم، یه سری کلید مال این پسره بودم، کلیدا رو که در آوردم میز هر یه دونه‌شی که برمی‌داشت میگه اوه 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 این دهنش سرویس. نیم گرم جنس داشتم، التماس یارو سربازه کردم، گفتم آقا چون مادرت این رو میزد. لحظه آخر سربازه نیم گرم برداشت، یه مقدار پول تو جیب اونم بود، اونم برداشت، گفتم فلسه سرت برداشت. رفتیم تو
رفتیم تو زندان و یه مدت تو زندان بودیم و بودیم مهتی زنگ میزدم، تنها رابط هم مهتی بود و مهتی گفت که تو بازداشته بودم، به عموی خانم هم زنگ زدم گفت نه دیگه ما از هم جدا شدیم و فلان، خانم طلاق گرفت. و در ضمن اینم نگفته نمونه که من خونه پردیسم این یه آدم اسخول قرار بود به این خانم وکالت بدم، اومد تو دفترخونه با من قاطی کرد که نه اینجا وکالت نمیخواد بدی، بیبریم جای دیگه. و ما رو برد یه جای دیگه، ما هم کورکورانه امضا کردیم، خمارم بودم امضا کردم و نگو کشی خونه پردیس هم دادیم به این خانم، یعنی 350 میلیون اون بر و 200 میلیون این بر. این خانم حقوقشو گرفته بود، نقشهشو کشیده بود واسه من، فقط بالبال میزد. یه روز تو دعوا یه حرفی به من زد، ما وکالتنامه مادرمو نگیردم. بدبخت یه وکالتنامه واسه تنظیم کرده که حتی به نام خودت هم نمیتونی بزنی. گفتم من میخوام حق مادرم چیکار کنم، دنبال پول نبودم. اینا دیگه تو زندان داشت تداعی میشد که گفت طلاق گرفته و اینا، با مهتی در تماس بودم گفت زندگیت رفته آمد. تو دادسرا قبل از اینکه برم زندان مهتی رو زنگ زدم، اومد تو دادسرا به داد ما رسید و التماسش کردم. لحظه آخر گفتم جون مادر جون هر کسی دوست داره یه کاری بکنه من اینجا در بیارم. خب در بیارم که دوباره بریم مصرف کنیم. سری قبل تو قرار بود بیا پیش من، اومدی پیچیدی گذاشتی رفتی، الان من تو چیکار کنم؟ مادرم که ایران نبود، بابایی که دنگ در هوا بود، هیچ کسی نداشتم، هیچ کسی نبود که به داد من برسه، فقط راهنما مونده بود. یه دو سه دفعه تماس گرفتم تو زندان، نه پول داشتم نه لباس زیر داشتم نه لباس گرم داشتم، اینقدر سرد بود اونجا، صبح میریختنمون بیرون واقعا سرد بود. سرتونم درد نیارم، نزدیک 23-24 روزون تو بودم دیگه. به لطف خدا و به کمک آقا مهدی و بیشتر پروردگار کمک کرد، خدا رو هیچ وقت من فراموش نمی کنم، چون تنها کسی که اون تو صدا کردم فقط خدا بود. و ما به قید ضمانت، مادرم از کانادا اومده بود، آزاد شدیم من بیاد. از اونجا که آزاد شدم هی شروع کردن که عموی خانمت اینجوری گفته اون اونجوری گفته، داشتم دیگه قاطی میکردم. گفتم یه جایی هست از راه عرفان آزاد میشه. من هر سری که ترک میکردم توی ان ای این مشکل داشتم که عذاب کارهای گذشته منو ول نمیکرد، یعنی اصلا آزادی رهایی به من نمیداد، فکرم آزاد نمیکرد، نمیتونستم ازش رهایی پیدا کنم. که اگر به نظر من معتاد میتونستم از این افکار رهایی پیدا کنم، از این عذاب جدا بشم، میتونستم زندگی بهتری پیدا کنم، چون در زمانی هم که پاک بودم میخوابیدم در عذاب بودم، بیدار بودم در عذاب بودم، داشتم کار میکردم حالت عادی داشتم، خوشحال بودم. یه دفعه تصاویر گذشته عین چی میومد تو ذهنم، اصلا بهت زده میشدم که رفیقم میذاره شون میگفت کجایی داری کار میکنی کجا سیر میکنی. گفتم آقا منو بیارین اینجا. من یه راست از زندان بلند شدم اومدم کرج، از کرج اومدم این کمپ و با این به اصطلاح فرادرمانی آشنا شدم. یکی دو روز اول خیلی درگیر بودم، حتی روز چهارم دیگه شبش قاطی کردم و اومدم، انقدر بود که به خدا و زمین و آسمون فحش بدم. دوست عزیزم آقای نجاتی از رو رسید و گفتم آقا من درگیرم، عذاب دارم، نمیتونم رها شم، قاطی کردم، فکر بیرون نمیتونم رها کنم خودم. باز من بیا اینجا دراز بکش، این کارو بکن، این کارو بکن، گذشته رو بیا بالا مرور کن و از روش رد شو. نمیخوام بگم آقا نجاتی خداست، نمیخوام بگم شفا بخشه، میخوام بگم راه درست. به نظر من راه قشنگ. از اون شب تا الان شاید هلوش 5 شب 6 شب داره میگذره، باور نمیکنی که من هیچ دغدغه خاطری ندارم، فقط در حال سیر میکنم، در حال زندگی میکنم. حتی به دوستا و همراهیانم که الان دارم همراه من هستن، اگه یه موقعی میرن تو گذشته بهشون میگم او گذشته رو که نمیتونی تغییر بدی، آینده رو نمیتونی تغییر بدی، در حال زندگی کن، عشقش رو ببر، حالش رو ببر. حتی یکیش میگفت چجوری، یه ذره راهنماییش کردم، اونم بنده خدا جسد گریخته آزاد شد. باور نمیکنی در تمام طول زندگیم این اولین باره که دارم با خیال راحت بدون پرش افکار دارم صحبت میکنم، دارم حرف میزنم،
چون حتی تو جلسات انهی هم که شرکت میکردم وقتی صحبت میکردم وسط حرفا میدیدی عذابه اومد سراغم و اصلا دور شدم، اصلا نیست شدم، یه قطعه از حرفم یادم میرفت، از یه شاخه به یه شاخه دیگه میپردم. بازم خدا رو شکر میکنم که امروز اینجام، تونستم امروزم این صبح قشنگیش رو ببینم. آینده من معلوم نیست چیه، ولی انقدر با خودم کنار اومدم که دیگه مواد توی من مرده، گذشتم توی من مرده. فقط تنها دعوایی که دارم اینه که بیرون از این در دادگاه میخواد برای من چاکی بگو، اونم واگذار خدا کردم. از اینکه به حرفای من گوش دادی ممنونم، متشکرم ازت.